امروز میخوایم با هم دیگه یه لوبیا پلو درست کنیم که به صورت کته درست میشه. شما میتونید به صورت آبکش هم درست کنید. من این سری به صورت کته درست کردم تا ببینید چقدر راحت و آسون میشه لوبیا پلو درست کرد. مواد لازم: برنج 2 پیمانه که از قبل خیس کردم، لوبیا بلانت شده 1.5 پیمانه. موقعی که لوبیاتون رو خورد کردین آبو بذارین جوش بیاد و بریزنش تو آب جوش. یه 5 دقیقه که جوشید بریزنش تو آب سرد. این کار باعث میشه لوبیاتون سبز بمونه و در قابلمتون هم حتما موقع جوشیدن نبندید، باز بمونه. رب 2 قاشق غذاخوری، پیاز 1 عدد، گوشت 300 گوشت چرخ کرده 300 گرم. میتونید از گوشت قیمه هم استفاده کنید، فقط میزانش 400 گرم باشه. نمک 1 قاشق چایخوری، پودر گل 1 قاشق چایخوری، ادویه مخلوط پلو 0.5 قاشق چایخوری، دارچین 1 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 0.5 قاشق چایخوری، پودر هل 0.5 قاشق چایخوری و زعفران 2 قاشق غذاخوری. امروز میخوایم این پلو رو به صورت دم پخت درست کنیم. خب برای شروع قابلمه رو روی گاز میذاریم و یه مقدار روغن توش میریزیم. پیازمون رو اضافه میکنیم. میذاریم پیاز یکم سبک بشه. خب یکم که پیازم سبک شد گوشت رو اضافه میکنم. همزمان با گوش ادویه ها و نمک رو هم اضافه میکنم که بوی ذوب گوشت رو بگیره. میتونید این پلو رو به صورت آبکش هم درست کنید. بعضی مواقع که میخواید گرده رو سرخ کنیم، اگه دیدید گوشتتون از هم باز نمیشه، 2 قاشق آب بهش اضافه کنید تا از هم باز بشه. گوشتتون که سرخ شد و از هم دیگه باز شد، ربطتون رو اضافه کنید و تفته. این یه غذای خیلی راحت و آسون و خیلی خوشمزه هست. میتونید گوشتای قرمتون رو خیلی ریز کنید و به این غذا به جای گوشت چرخ کرده گوشت قیمه ریز خورد شده اضافه کنید. خب اگه لوبیاتون رو از قبل بلانچ نکرده بودید، قبل از ریختن ربطتون لوبیا رو بریزید. من اینجا بلانچ کرده بودم پس بعدش میریزم. مواد رو که با هم تفت بدیم برنجمون رو اضافه کنیم. برای لوبیا پلو اگه خواستید برنجتون رو آبکش کنید، همیشه یادتون باشه برای پلو، یعنی برنجایی که قاطی هستش مثل عدس پلو، لوبیا پلو، این نوع برنجا، برنجتون یکم زنده تر بردارید. اگه خواستید کته درست کنید بستگی به برنجتون داره. اگه برنجتون سفته 2 برابر برنجتون آب بریزید، ولی اگه برنجتون رو هنوز دستتون نیومده که میزان سفتیش چقدر هست، 1.25 برابر برنجتون آب بریزید. من اینجا الان برنجم رو اضافه میکنم. و یادتون باشه وقتی قرار کته درست کنیم و برنج رو از قبل خیس کردیم، به خاطری که قبل از اینکه برنج با موادمون مخلوط بشه نمک داشته، میزان نمک موادتون رو کم کنیم. اینجا یکم برنجمون رو همراه مواد خوراکمون تفت میدیم و بعد به میزان لازم بهش آب اضافه میکنیم. وقتی برنجتون رو تفت میدیم باعث میشه که مواد خورده برنج بره و برنج تقریبا یه استقامت پیدا کنه تا زود از هم دیگه پاشیده یا له نشه. اینجا من آب رو اضافه میکنم.
آب به میزانی بریزید که یک کم روی برنج رو بگیرید، نه بیشتر. الان با حرارت بالا بذارین تا برنجتون به جوش بیاد. وقتی به جوش اومد حرارت رو کم کنید و بذارید حدود 30 تا 45 دقیقه برنج کاملا بپزه. اواسط پخ بهتره برنج رو دورگیری کنید، بیارید وسط و حالت گنبدی بهش بدین تا کاملا بخار از تمام برنجتون در بیاد. در قابلمه رو میذارم، حرارت زیاد سب میکنم. وقتی به جوش اومد حرارت رو کم میکنم. بعد از اون حدود یه روب میذارم تا با حرارت کم بپزه. بعد از یه روب که آب برنجم کاملا کشیده شد، روی در قابلمه دم کنی میذارم و با حرارت کم میذارم تا برنجم کاملا بپزه. حدودم 30 تا 45 دقیقه میکشه برنجتون بپزه. اگر آخرای پخت احساس کردید هنوز برنجتون خام هست، یک کم میتونید دور برنجتون آب جوش و روغن بریزید. خب الان برنجمون کاملا آبش کشیده شده، یکم دوراشو جمع میکنم. فروش دم کنیم، حرارت رو کمتر میکنم و میذارم به مدت 30 دقیقه بپزه. اواخر پخت لوبیا پلومون یکم زعفرون روی لوبیا پلومون میگیم و میذاریم کاملا برنجمون دم بکشه، بعد توی ظرف سرومون میکشه. خب اینم از لوبیا پلوی خوشمزمون که آماده شد همراه با ترکیب خوشمزش. شما میتونید به صورت آبکش هم درست کنید، ولی من این سری به صورت کته درست کردم. یه غذای خیلی راحت و آسونه که خوشمزه هم هست. همراه با سالاد شیرازی و دوغ میشه جونتون کنید.